سرخط خبرها، جنگ در پنج ولایت، 189 جنگجوی طالبان کشته شدند. آیت سیاسی طالبان به چین سفر کرد. جسد حلقه آویزه شده مردی که 2 سال پیش ناپدید شده بود پیدا شد. سازمان ملل بدون توافق صلح طالبان را به عنوان شریک نمی بینیم. و اخطار حکومت قطر به طالبان. باید خدا به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا بایان با ما باشید. جنگ در پین ولایت، 189 جنگجوی طالبان کشته شدند. وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که طی 24 ساعت گذشته بر اثر حملات متقابل و درگیری نیروهای امنیتی با طالبان در پین ولایت 189 جنگجوی این گروه کشته شدند. در اعلامیه وزارت دفاع که چهارشنبه 6 اسد منتشر شده آمده است که در این مدت 138 عضو دیگر طالبان زخمی و یک تن دیگر هم اسیر شده است. وزارت دفاع افزوده که این اعضای طالبان در ولایت‌های قندهار، زابل، هرات، جوزجان و هلمند کشته، زخمی و اسیر شدند. با گفته این وزارت در این درگیری‌ها مقدار زیادی از اسلحه و مهمات طالبان به دست نیروهای دولتی افتاده است. همچنین در این مدت 32 ماین که از سوی طالبان در نقاط مختلف کشور جابجا شده بود نیز کشف و خونسا شده است. گروه طالبان در این زمینه چیزی نگفته است. روز گذشته وزارت دفاع ملی از تلفات سنگین طالبان در جریان درگیری با نیروهای امنیتی در چندین ولایت کشور خبر داده بود. آیت سیاسی طالبان به چین سفر کرد. سخنگوی طالبان اعلام کرد که آیت 9 نفری از این گروه به رهبری ملا برادر به دعوت چین به این کشور سفر کرده است. نعیم وردک چهارشنبه 6 اسد در رشته پیام های تویتری نگاشته است که طالبان به مقام های چین اطمینان دادند که از خاک افغانستان علیه امنیت هیچ کشور استفاده نخواهد کرد. او گفته است که چین هم تعهد کرده که همکاری خود را با مردم افغانستان ادامه و گسترش خواهد داد. سخنگوی طالبان گفته است که مقام های چینی میگویند در امور افغانستان دخالت نمی کنند، بلکه به حل مشکلات و ایجاد صلح کمک خواهند کرد. سفر طالبان به چین چندمین سفر منطقه‌ای این گروه است. بیشتر فرستادگان این گروه به ایران، ازبکستان و روسیه نیز سفر کرده بودند. این در حال است که چین اخیراً آمریکا را مسئول وضعیت امنیتی افغانستان دانست و آمریکا را به پذیرش تبعات تصمیمات خود در قبال افغانستان فراخواند. جسد حلق‌آویز شده مردی که 2 سال پیش ناپدید شده بود پیدا شد. منابع محلی در تایکوندی میگویند که جسد یک مرد که 2 سال پیش ناپدید شده بود به شکل حلق‌آویز در ولسوالی کتی این ولایت پیدا شده است. عبدالقیوم صداقت ولسوال کتی چهارشنبه 6 اسد به خبرگزاری فاک گفت که جسد این مرد درست پیش در منطقه سرکیسیوهی ولسوالی کتی از سوی مردم محلی یافت شده است. ولسوال کتی افزود که مردم زمان با جسد این فرد در یک خار روبرو می شوند که برای جمع‌آوری هیزم به کو رفته بودند. وی تصریح کرد که این جسد مربوط به یک مرد از ولسوالی کجران این ولایت است که 2 سال پیش به شکل مرموز ناپدید شده است. به گفته ولسوال کتی، جسد این مرد 30 ساله به خانواده‌اش تسلیم داده شده است. او دلیل و عامل قتل این شخص را روشن نکرد، اما گفت که بررسی ها و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. سازمان ملل بدون توافق صلح طالبان را به عنوان شریک نمی بینیم. نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان گفته است که بدون پیشرفت در مذاکرات صلح و جلوگیری از نقص حقوق بشر طالبان را به عنوان شریک نمی بیند. نماینده ویژه سازمان ملل در نشست ویژه برد مشترک نظارت که روز چهارشنبه 6 اسد در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود تاکید کرد که برای رسیدگی به مسائل طولانی مدت افغانستان مذاکرات صلح باید به گونه جدی و با صداقت آغاز شود. سازمان ملل هدف از برگزاری نشست ویژه برد مشترک نظارت را به رسمیت شناختن بحران کنونی در افغانستان از سوی تحمیل کنندگان بین‌المللی و نیز مطمئن شدن آنان از چشم‌انداز استراتژیک حکومت افغانستان برای مدیریت این بحران عنوان کرده است. او خود نشان کرده است که تنها راه حل و فصل قضیه افغانستان
سرعت بخشیدن به مذاکرات صلح است. وزیر خارجه قطر از طالبان خواست تا صورتی که در گفتگوهای صلح از خود نرمش و مصلحت نشان ندهند و به یک نتیجه خوب نرسند، بهتر است تا هر چه زودتر از قطر بیرون شوند، چون حکومت قطر مدت هاست که میزبان طالبان در کشورشان است تا به یک صلح پایدار و دائمی با افغانها برسند. پیشوی طالبان امریکا باز میگردد. علی موسوی، تحلیل از سایت خبری افق. ماموریت نظامی امریکا در افغانستان پایان یافته و این رویداد بازگشت ناپذیر است، زیرا برداشت بود که نه تنها کارشناسان و ناظران مسائل نظامی مطرح میکنند، بلکه حتی سران و مقامات امریکایی نیز پیوسته بر آن تاکید داشتند. رخدادها و موضوعگیری های روزهای اخیر اما از یک چرخش مهم خبر می دهد. امریکا باز می گردد. فرمانده ارشد ارتش امریکا در منطقه می گوید با وجود خروج نیروهای این کشور از افغانستان، حملات هوایی ارتش ایالات متحده امریکا در حمایت از نیروهای افغان علیه پیشوی طالبان ادامه خواهد یافت. جنرال مکینزی، فرمانده ستاد فرماندهی ارتش امریکا در کابل، گفت امریکا حملات هوایی خود را در حمایت از نیروهای افغانستان را در روزهای اخیر افزایش داده و ما آماده ایم که سطح این پشتیبانی را در صورت ادامه حملات طالبان بالاتر ببریم. جنرال مکینزی میگوید طالبان تلاش میکنند حس ناچاری در برابر حملاتشان ایجاد کنند. آنها اشتباه میکنند. این فرمانده آمریکایی اندک پیش از خروج نهایی نیروهای ایالات متحده آمریکا هم گفته بود که ارتش افغانستان بعد از پایان این دوران همچنان نیازمند حمایت خواهد بود و در غیر این صورت فرو میپاشد. بیشتر جنرال لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، هم گفت که به اعتقاد او نیروهای افغان توانایی و ظرفیت پیشوی را دارند، اما باید ببینیم که چه می شود. در نگاه نخست گفته های جنرال مکینزی موضوع تازه به حساب نمی آید، زیرا حتی پس از اعلام رسمی تصمیم بحث برانگیز جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج کامل نیروهای این کشور از افغانستان، مقامات و فرماندهان آمریکایی به مناسبت های مختلف و صورت مستقر تاکید کردند که به حمایت ها و همکاری های خود با ارتش و نیروهای مسلح افغانستان در مقابله با طالبان ادامه خواهند داد. نکته جدی که در سخنان اخیر مکینزی توجه ناظران را جلب می کند این است که او تصریح کرده است که اگر اقدامات طالبان برای تضعیف قدرت دولت افغانستان و پیشوی های فاتحانه آنها ادامه پیدا کند، حملات هوایی اخیر امریکا بر مواضع جنگجویان طالبان هم گسترش خواهد یافت.